عشق آمد جایی چنکار نیست، عشق را اندازه و مقدار نیست. عرض ادب دارم خدمت شما همیانان تلویزیون ایران فردا. سپاس از همه مراحم محبت های شما. چند مدتی است که داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا در باب ادب و فرهنگ در گذشته، شخصیت هایی که به شکلی کارهای هنری انجام میدادن، چهره های خلاق شناخته میشدن و واقعا هم سهمی داشتن در پیشرفت ادب و فرهنگ و به ویژه شعر ما در ایران. دکتر نوریالا هم از شخصیت های اون زمان یاد میکنه، خاطرات، و هم از تشکیل یکی از نهادهای نافذ در دوران گذشته، یعنی کانون نویسندگان. اجازه دید که این گفتگو رو دنبال بکنیم این هفته هم با آقای دکتر نوریالا. درود میفرستم به شما در دنور. در دنور من هم سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه تون. حال شما چه خوبه دکتر نوریالا؟ جای شکایتی نیست. خب پیشا پیش سال نو میلادی رو به شما تبریک میگم، به شما و خاندان شما. خیلی متشکرم. من که میگم سال نو میترایی. میترایی هم درسته. بله برای شکلی. که سال میترایی هم همزمان با همین موقع در اول دیما آغاز میشه، که حالا تاریخ های خود جابجا شده، مال فرنگی ها رفته اون تا، ولی اصلش مال تولد میتراست. میترا دکتر نوریالا، سخت‌ترین ضربه‌ای که میترایی تحمل کرد در چه دوری از تاریخ بود که ناچار به ترک صحنه شد؟ عرض کنم که داریم سند و مدرکی در این زمینه؟ یعنی ببینید، مسئله مهم اینه که اوج میترائیسم هنگامی بودش که این اندیشه سفر کرد و از شرق رفت به غرب و در روم مستقر شد، و حدود سال فکر میکنم 331 میلادی بود که رومی ها تصمیم گرفتند که مذهبشون رو عوض بکنند و مذهب مسیحیت رو بپذیرند، و از اون وقت بود که دیگه رفته رفته میترا به دست فراموشی سپرده شد و بسیاری از عرض کنم که مناسب و مناسکش هم منتقل شد به مسیحیت. در نتیجه میشه گفتش که پایان میترائیسم به اون صورتی که به عنوان یک آیین غالب میشد، با پایان عصر اشکانیان در ایران، و عرض کنم که بعد حدود 300 400 500 سال بعد هم در روم اتفاق افتاد، و پس از اون دیگه اندیشه میترایی پخش شد. یعنی اینکه هیچگاه اندیشه میترایی در فرهنگ ما و فرهنگ کشورهای مسیحی از بین نرفته، اما دیگه اون تجلی غالب خودش رو نداره، تحت نامهای دیگری پیش میاد، به طوری که مثلا خود حافظم خودش رو میگه من حافظ مهرائین هستم، یعنی خودش رو مهری میدونه. در ایران مکتب میترا نامش عوض شد، شد مکتب مهر، و در عرض کنم که اروپا شد میترائیسم، و الان دونه دونه داره آثار کشف میشه. همین چند وقت پیش دیدم که در لندن میخواستن یه آسمان خراشی بسازن و زمین ها رو که میکندن از توش یک دونه معبد میترایی بیرون آمد، وقتی که انگلستان تحت تسلط روم بود. از مهراب هم یاد میکنه، اون مهراب و هد و چشمه، نه هدجی. بله بله بله. خب دکتر نوریالا، این مهراب، ببخشید، حالا که دو هی دو چشم رو گفتیم، این رو هم بگم که معابد عرض کنم که مهری دارای یک حوضخونه ای بودن و اون منطقه رو میگفتن مهراب. یعنی جایی که آب هست و اندیشه مهر. و بعدن این در عربی با هی جیمی شد و گفتن که یعنی محل حرب است، محل جنگ است. دقیقا گویا در مدینه هم از مدینه شروع میشه، نیست؟ مهراب؟ بله بله. نه من فکر نمی کنم، فکر می کنم وقتی که آمدن به ایران و عرض کنم که شروع کردن اینجا بر فراز عرض کنم نیایشگاه های میترایی و زرتشتی مساجدشون رو بسازند، اون منطقه رو می گفتن که مهراب، یعنی می گفتن محل حرب است. حالا بله.
دراویش هم گفتن این حرب، حرب با خود نفس انسان است، ولی مسئله این بودش که عین دوران بعد از انقلاب 57 بله. مسجدها محل اسلحه خونه و سربازخونه هم بود بله. و همین دلیل گفتن اینجا محراب است بله. که در دوره انقلاب تجدید شد این رسالت، دوباره به مساجد برگردانده شد. ما در این 30 ساله در واقع 1400 سال اسلام در ایران رو دوره کردیم. دقیقا همین. دکتر ریالای عزیز، برگردیم به بحث خودمونو. خب میخواستی کانون نویسندگان رو ثبت بکنید، از شما دعوت میشه به مجلس برید، به مجلس شورای ملی. نمایندگان در پی این هستن که به شکلی بتونن برخورد قانونی داشته باشن، یعنی خب یه صورت مسئله قانونی بدن به تشکیل این نهاد. بعد دیگه رفتید به منزل آل احمد و دیدارهایی که با آل احمد داشتید، ما سراپا گوشیم دنبال کنم. عرض کنم که ببینید، حالا که یک نظمی داره گفتگوی ما میگیره، چون همینطوری آغاز شد، من اصلا فکر نمی کردم راجع به کانون نویسندگان اینها هم صحبت خواهیم کرد. کانون نویسندگان در ایران در واقع 5 دوره رو میگن داشته. یک دورش ربطی به این کانونی که ما صحبتشو میکردیم نداشته، بلکه در سال 1325 در انجمن ایران و شوروی تشکیل شد که فکر میکنم در یکی از این جلساتم راجع بهش صحبت کردیم. و عرض کنم که دیگه نویسندگان ایران دارای سازمان و دستگاه و نهادی نبودن تا در سال اواخر سال 46 که داستانش رو خدمتتون عرض کردم. یعنی که ما 4 دوره کانون نویسندگانی که نویسندگان معاصر مادرش شرکت داشتن داریم، که دوره اولش که عرض کنم بین 1346 تا 1350، یعنی 4 ساله آخر دهه 1340 بود، بنده در اون عضویت داشتم و فعال بودم و بعضی وقتا جزء هیئت دبیرانش بودم، ولی همواره به عنوان منشی و مسئول کارهای اجرایی کانون عمل میکردم. در این فاصله 4 ساله اتفاقات عمده‌ای که افتاد، همون یکیش ثبتش بود، یکیش رفتن به مجلس شورای ملی بود، عرض کنم که، و برگزاری شب بزرگداشت نیمایوشیش بود، که همه اینها رو قبلا خدمتتون عرض کردم. به حال من یادمه که تابستان 1349 من رفته بودم به انگلستان و 1349 بله. و وقتی که برمیگشتم تو شهریور ماه، یعنی 43 سال پیش، بله 43 سال، وقتی که برمیگشتم از اونجا سوار از لندن رفتم ایتالیا، از ایتالیا سوار هواپیمای ایرانر شدم که خودم رو برسونم به تهران. وقتی که نشستم روی صندلی، دیدم یک روزنامه کیهانی مسافر قبلی روی صندلی گذاشته. خوب. منم اینو برداشتم، باز کردم به خوندن و رسیدم به صفحه آگهی های تسلیت، دیدم که یک آگهی مفصلی اونجا هستش از جانب کانون نویسندگان که جلال آل احمد درگذشت و نویسندگان ایران و خود خانوادش و اینها همه این مطلب رو گفتن. واقعا خیلی خبر تکان دهنده و شوکاوری بودش برای من. و وقتی که رسیدم تهران، دوستان گفتن که بله، هفته گذشته آل احمد، عرض کنم که خیلی جالب، خودش یکی از اصطلاحاتی که داشت میگفتش آدم از دست این روزگار آمبولی میگیره میمیره، و آمبولی یعنی گرفتگی رگهای قلب و اینها. بالاخره خودش هم در اسالم که رفته بود اونجا برای تعطیلات تابستانی، در اونجا آمبولی کرد و مرد. و خیلی هم تمایل بودش اون موقع، من میدونم، روی سنتی که خود او به غلط آفریده بود، که میگفتش که هر کی مرد بگیم ساواک کشتتش. به همین دلیل عرض کنم که هم در مورد تختی و هم در مورد صمد بهرنگی خیلی فعالیت کردش که مرگ‌های طبیعی اینها رو، حالا طبیعی که چه عرض کنم، حالا تختی خودکشی کرده بود، گفتن که ساواک کشتتش، که خیلی به نظر من جریان مسخره‌ای می آمد.
یکم صمد بهرنگی که بعدا معلوم شد شنا بلد نبود، رفته بود تو عرس و شنا کرده بود و غرق شده بود، رو آل احمد دیگه اون رو رسما در مجله آرش نوشتش که صمد رو کشتن. حالا در واقع وقتی که خودش هم مرده بود، عرض کنم که این شایعه میرفت و خانوم سیمین دانشور به شدت برخلاف آل احمد به شدت مراقب بودش که این شایعه پا نگیره و میگفتش که من بودم، دیدم که چگونه جلال مرد و در نتیجه نباید این شایعه پا بگیره. بس که دکتر ساعدی خیلی مشتاق بوده که قضیه مرگ رو یک جوری منتسب بکنن به حکومت، اینجوری که من شنیدم. من نمیدونم، اون رو من خبر ندارم. عرض کنم که خب اون یک سال قبلش هم خلیل ملکی که بزرگ همه، عرض کنم که روشن فکرانه، در واقع میشه گفت متمایل به سوسیالیسم ایران بود، او هم فوت کرده بود و عرض کنم که در امامزاده عبدالله یک زیرزمینی بود و او رو دفن کرده بودن و من نبودم در اون مراسم دفن خلیل ملکی، ولی دوستان میگفتن که آل احمد به شدت منقلب بود و میگفتش که خلیل هم که رفت دیگه نفر بعدی نوبت منه، منم عمر چندانی نخواهم کرد. به آن حدود یک سال بعد از خلیل ملکی بود که این اتفاق افتاد و در واقع می شود گفتش که محیط روشنفکری ایران مدتی دچار شک و عرض کنم که حیرت بود که چه اتفاقی خواهد افتاد و این به تبع روی فعالیت های کانون نویسندگان هم اثر گذاشت و کانون نویسندگان رفته رفته رونق خودش رو از دست داد و اعضای کانون یکی یکی میذاشتن و میرفتن، به خصوص که با مرگ آل احمد و امتناع خانوم دانشور برای شرکت در فعالیت ها کانون افتاد دست محمود اعتمادزاده بهازین و به تبع سیاوش کسرایی و عرض کنم که یعنی دیگران. یعنی فراکسیون حزب توده. فراکسیون حزب توده. آقای دکتر نوریان ببخشید تا اینجا یادتون باشه چون میترسم از خاطرم بره، خیلی مهمه. خب خلیل ملکی رو ما به عنوان یک شخصیت خیلی مترقی، یک سوسیال دموکرات واقعی که هم به سوسیالیسم اعتقاد داشت هم به دموکراسی، هیچ نسبتی هم با دیکتاتوری پرولتاریا نداشت. میخوام ببینم یه آدمی با این آموزه ها و با این میراث که خیلی هم نزدیک بوده و آل احمد، آل احمد خودش شاگرد و قلمداد میکرد، هیچ تأثیری اون علل اصول روی آل احمد داشت؟ یعنی چیزی در آل احمد میدیدید که منعکس کننده اندیشه و افکار خلیل ملکی باشه که مرشد آل احمد بود؟ به هیچ وجه. اصلا همین این تمایلاتی که آل احمد پیدا کرد در کتاب قرب زدگی که در پایانش به کل میگفتش که این روحانیت است که باید بیاد و مملکت رو نجات بده به اصطلاح او، بسیار مورد نفرت ملکی بود. به نظر من خلیل ملکی با اون نظری که ارائه میداد بیشتر سکولار دموکرات بود تا سوسیال دموکرات و به نظر من اصلا او پدر سکولار دموکراسی در ایران محسوب میشه و خیلی اتفاقا من البته از خودش نشنیدم، اما هوشنگ وزیری که باش ارتباط داشت میگفتش که به شدت از دست آل احمد ناراحته و حتی چند بارم آل احمد خواسته بود به دیدن او بره، او موافقت نکرد. جالب، جالب، خیلی جالب. دکتر نوریالای عزیز، یا تو باشی تو کجا اومدید؟ بله. عرض کنم حضورتون که اتفاقا اون دو سال آخر عرض کنم زندگی ملکی هم بسیار ایشون اساسا ناامید و دچار دپرسیون های شدیدی بود. خود خلیل ملکی ایشون عرض کنم که خونش توی خیابون رامسر بود. همون جایی که مجله فردوسی هم قرار داشت. بله. و همه آقای علی لیمونادی هم دفتر سینماییش توی همون کوچه بود. درست. بنده هم خونم توی همون کوچه همونجا. بود. در نتیجه من گاهی میرفتم در خونه آقای ملکی رو میزدم برای سلام کردن و اینها. خیلی بی‌حوصله و دیپرس بود تا اینکه فوت کرد. ها
حالا که صحبت غرب زدگی هم شد، یک سال دیگه هم تو اونجایی که من میدونم تقریبا همه مخالف غرب زدگی بودن، معترض بودن به آل احمد، معتقد بودن که اثریش که پایه‌ای نداره، پایه علمی نداره و بیشتر برخورد آل احمد برخورد احساسی بوده نه برخورد آلمان. ولی هیچ کس هم جرأت نمیکرد کتاب رو نقد بکنه تا داریوش آشوری. بله، تا زمانی که داریوش اولین نقد رو نوشت. چه یعنی آل احمد اینقدر هژمونی داشت، اینقدر تسلط داشت و ایجاد ترس میکرد؟ ببینید، من فکر نمیکنم که مسئله ترس بود. من تصورم این است که اصولا گفتمان غرب‌زدگی که اول از جانب فردید مطرح شد، بله، فردید و آل احمد با هم کار میکردن دیگه. بله، فردید عرض کنم که برخی متون رو از آلمانی میخوند و آل احمد اون رو مینوشت و در اون گفتگوها بود که آل احمد برخورد به مفهوم غرب زدگی که تو فرنگ هم البته وجود داشتش دیگه، بهش میگن وستاکسیکیشن، یعنی که مسموم شدن به وسیله غرب. بله، آل احمد در کتاب غرب زدگی در واقع دو تا مسئله رو مطرح میکرد. مسئله اولش مسئله عرض کنم که میشود گفت تحلیل شرایط روشنفکری ایران بود که من فکر میکنم در اون قسمت کار خودش حرفش دارای صلابت بود و به همین دلیلم مقبول شده بود. او میگفتش که ما با انقلاب مشروطه خواستیم غربی بشیم، اما به جای اینکه غربی بشیم غرب زده شدیم، یعنی که اندیشه غربی رو نگرفتیم اما ظاهرمون رو کردیم غربی. چه حرف درستی است؟ بعد که به نظر من حرف درستی هم بودش. حرف درست. توی همون اوایل کتاب غرب زدگی هم مثالی که میاره، میگه که شما وقتی سوار تاکسی میشین نگاه کنین این راننده یه دونه آیت الکرسی هم به آینه جلوی ماشین آویزون کرده، یعنی که با اینکه این ماشینه و عرض کنم که مکانیزمش مشخصه و این حرفا، اما از نظر این راننده که داره پشت یک ماشین رانندگی میکنه، حافظ این قضیه این آیت الکرسیه، یا پشت شیشه میمیسه بیمه با ابوالفضل عباس. نمونه غرب زدگی این رو میدونست و میگفتش که ما تا موقعی که مثلا خودمون نتونیم ماشین رو بسازیم و به قول مارکس ما نسبت به فراورده هایی که از غرب برای ما میاد بیگانه هستیم، ما خودمون سازنده اون نبودیم، پیچ و خمش رو نمیدونیم، ما غرب زده هستیم. تا اینجا حرفش خیلی خوب بود. بعد وارد این مرحله میشدش که خب حالا چاره درد چیه؟ اول حرفی که میزد این بودش که به خصوص تحت تاثیر جریان 28 مرداد که همه روشنفکران ایران یه لطمه بزرگ دیده بودن، به این معنی که همشون دو دسته بودن دیگه، جبهه ملی بگیریم و حزب توده. جبهه ملی بیشتر امیدش به امریکا بود که امریکا خواهد آمد و به عنوان یه نیروی سومی در مقابل روس‌ها و انگلیس‌ها عرض کنم که مملکت ما رو محفوظ نگه خواهد داشت، که این فکر البته از امیرکبیر همینطور آمده بود تا به مصدق رسیده بود. خب اینها تو 28 مرداد از امریکا سر خوردن. توده‌ای‌ها هم پس از 28 مرداد و امتناعی که شوروی کرد از حمایت از اونها و به خصوص مسئله طلاهایی که در روسیه توقیف شده بود و اون پس داد طلاها رو به حکومت زاهدی و به این ترتیب بخش عمده‌ای از روشنفکری ما در دهه 30 و دهه 40 روشنفکرانی بودند که در واقع مادر این شعار نه شرقی نه غربی بودم، برای که از هر دوتا سر خورده بودن و به همین دلیل مرتب در این گفتگو بودن که خب راه سوم چیست، که خود خلیل ملکی هم میدونید که عرض کنم که نیروی سوم رو پایگذاری کرده بود و معتقد بودش که ما باید آنچه را که در پیشرفت‌های غرب پیش آمده وارد بکنیم و بومیشون بکنیم، متوطنشون بکنیم،
در اون صورت ما میتوانیم از کنم حرکت کنیم. اما تا چه زیر سیطره تیتو بود، تیتویسم، خود خلیل ملکی. بله اون موقع به هر حال تیتو به عنوان راه سوم برای همه چپ ها مطرح بود. بله برای احمد درست. بله ولی آل احمد این تئوری متوتن کردن پدیده های غربی رو به دلش نمی چسبید. به هر حال اولا بچه آخون بود، پدرش آیت الله بود و عرض کنم که با نمیدونم روحانیت پیوندهای وسیع داشت و در عین حال چون روحیه ماجراجویی داشت به سازندگی فکر نمیکرد، به خراب کردن فکر میکرد. در اواخر کتاب غرب زندگی اون فصل آخرش به خصوص ما میبینیم یهو میگوید که من راه حل رو یافتم. یعنی طبیبی که آمده بود مرض رو به درستی تشخیص داده بود، دوای عوضی نسخه عوضی گفتش که چاره ما اینه که ما برگردیم به اسلام عزیز، یعنی به سنت. اسلام عزیزم روحانیته. اینجا بودش که خود عرض کنم که خلیل ملکی و یکی از در واقع شاگردان خیلی عزیز کردش یعنی داریوش آشوری احتمالاً حتی به توصیه خلیل ملکی اون مقاله رو علیه غرب زدگی نوشت. ولی تا مقطع انقلاب اسلامی اون چی که در محیط روشنفکری میراث آل احمد محسوب میشد نه شرقی نه غربیش بود. درست. این تیکه اسلامیش زیاد مطرح نبود. شما میبینید که ما مثلا در هنرهامون، در قصه نویسیمون، در عرض کنم که نمایشنامه ها، در عرض کنم که نقاشیمون یه حرکتی برای بازگشت به خیشتن اونچه که دکتر شریعتی نام گذاشته بود شروع شده بود، اما درش اسلام انقدر مهم نبود که سنت مهم بود. یعنی مثلا نگاه کردن به نقاشی های قلر آقاسی قهوه خونه ای یا مثلا خط نوشته های زندرودی نقاش، همه اینا حکایت میکرد که داریم ما تلاش میکنیم. مثلا خود همین مهندس میرحسین موسوی که اون موقع نقاش بود و عرض کنم که آتلیه نقاشی داشت و غیره، اینا همه دنبال این بودن که یک پدیده های غربی رو در داخل کشور متوطن کنن. رمان نویسی سعی میکردش که رمان ایرانی خلق بکنه و غیره و غیره و غیره. اما اون چه که باعث شد اون فصل آخر آل احمد بیاید و کارا بشود به نظر من بیشتر رودوش عرض کنم که شریعتی انجام گرفت. یعنی میراث آل احمد در واقع دو تا شاخه پیدا کرد. یکیش شاخه رسیدگی به غرب‌زدگی بود که آدمای مثل مثلا فیلسوف مشهور ایرانی مثلا داریوش شایگان در اون زمینه کار میکرد، آسیا در برابر غرب رو نوشت. بله. یه شاخش هم البته مسئله اسلامی بودش که سر از عرض کنم که شریعتی و مجاهدین و اینها در آوردش. و اون دوره‌ای که ما داریم صحبت میکنیم آل احمد، آل احمدی نبود که به عنوان یک عنصر مذهبی مطرح باشه، بلکه به عنوان آدم روشنفکری بودش که عرض کنم درد رو تشخیص داده بود و این رو شیوع داده بود. من یادمه که وقتی کتاب غرب زدگیشو نوشت، شاید در یکی از این جلساتم گفته باشم، یک بار بهرام بیضایی که با هم تو دانشکده با هم بودیم به من گفتش که آل احمد گفته که بریم به دیدنش در اون کیهان ماه که اون موقع سردبیرش بود و ما رفتیم اونجا و ایشون گفتش که کیهان ماه رو توقیف کردم اما من کتابی به نام غرب زدگی رو در این چاپخونه چاپ کردم و دو فصلش در کیهان ماه چاپ شده بود و به همون علت هم کیهان ماه توقیف شد. ایشون گفتش من این کتابا رو خارج کردم و توی صحافی یه جلد همطور ساده روش کشیدم و شما اینو ببرید و پخش بکنید. و من و بهرام بیضایی مثلا هر کدوم 20 تا 30 تا کتاب بهمون داد، ما آمدیم رفتیم خونه بهرام بیضایی و نشستیم این کتاب رو خوندن و واقعا در قسمت های
عمده ای از کتاب به شدت تحت تاثیر کتاب قرار گرفتیم. اون تیکه آخرش هم مثل اینکه انشالله گربه است عرض کنم از روش رد شدیم، به خاطر اینکه عرض کنم 15 خرداد سال 41-2 رو دیده بودیم و دیده بودیم که ماهیت جریانی که خمینی داره ایجاد میکنه چیه و اصلا قابل اعتنا نبود که آدم بخواد باهاش بپردازه. اما در سال 50 قضیه شکل دیگری پیدا میکنه. من کوشش میکنم که در وقتی که چند دقیقه که مونده بگم که پس از مرگ آل احمد و افتادن کار به دست توده‌ای ها، یکی از اقداماتی که شد، حالا با یکی از نویسندگان عرض کنم که توده‌ای، یه مجموعه قصه منتشر کرد و کاری که این آدم کرده بود این بود که در پایان کتاب یک غلطنامه گذاشته بود و نوشته بود در صفحه 32 کتاب مثلا 7 آذر غلط است، 28 مرداد درست است. بعد که شما میرفتید اون صفحه رو نگاه میکردید میبینید مثلا میگفته اون روز شوم مثلا 9 آذر. حالا شما باید اینو تصحیحش بکنید، بکنید 28 مرداد. به این طریق عرض کنم که همین کتاب باعث شد که ساواک بلافاصله ایشون رو دستگیر کرد. بعد عرض کنم که در پی اون اعتراضی کردن نویسندگان، کانون نویسندگان به دستگیری ایشون. کی بود نویسنده کی بود؟ همونطور دارم سعی میکنم که پیدا کنید. طنزنویس خیلی مشهوری هم هست، الان هم در آلمانه ولی اسمش از خاطرم رفته، هر وقت یادم اومد خدمتتون عرض میکنم. جزء اون 5 نفری هم بود که بعد از انقلاب از کانون نویسندگان اخراج شد. حالا میگم خدمتتون. به هر حال پشتبند اون آقای بهازین و محمد علی سپاندو رو دستگیر کردن. بعد عرض کنم که به چه اتهامی؟ سپانلو به چه اتهامی؟ به اتهام اینکه اعلامیه کانون نویسندگان در مورد آقای فریدون تنکابونی بود اسمش. آه فریدون بله فریدون تنکابونی. این کانون نویسندگان یه اعلامیه داده بود اعتراض به دستگیری فریدون تنکابونی. سپانلو و مأمور شده بودش که بره، یعنی هممون این اعلامیه رو پخش میکردیم. سپانلو اینو برده بود دم وزارت خارجه پخش بکنه، همونجا عرض کنم تصمیم گرفته بودن که احضارش بکنند و بعدم گرفتنش. آها. و مثلا این گرفتنش، این درگیری ها چقدر به درازا بیکشید؟ چند روز، چند ماه، چی جوری، چند هفته؟ سپانلو فکر میکنم یه ماه و نیمی توی گرفتار قزل قلعه زندانی بود. آها. فکر میکنم یک ماه و نیم شد. بله. این وسط براهنی کجا بود؟ براهنی بود عرض بودش. کنم که اتفاقا بر مزار آل احمد، هنگام دفن آل احمد، بهازین و براهنی بودند که سخنرانی کردند و صحبت کردند. بهازین البته اعلامیه کانون نویسندگان رو خونده بود. اما براهنی البست به او یک سخنرانی قرائی کرد. تصویرتون یک ثانیه یا دو ثانیه چی شد؟ فریز شد. فرمودید که بهازین سر خاک چه گفت؟ عرض میکنم بهازین اعلامیه کانون نویسندگان رو خونده بود. بله بله. و براهنی سخنرانی در مورد خاطرات خودش و روابط خودش با آل احمد گفته بود. یعنی در سال 49 براهنی در ایران بود و فعالم بود و تو مجله فردوسی هم مطلب می نوشتیم. به هر حال بعد از اونها نفر بعدی که از کانون نویسندگان دستگیر شد، عجیبه من دوچاری گرفتاری شدم تا یه اسمی رو میخوام بگم. یه دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداریم. خب بفرمایید ببینید. به خاطر به حال ایشون هم که دستگیر شد، آخرین جلسه کانون نویسندگان در یک مدرسه به نام مدرسه بهازین در نارمک تشکیل شد و بعد از اون دیگه کانون نویسندگان با دستگیری عرض کنم که اعضایش به کل، به خصوص که دولت به تالار قندریز هم دستور داد که دیگه اینها اجازه ندارن اونجا مجلس سخنرانی داشته باشن، در واقع
تعطیل شد و از بین رفت. تشکر میکنم. دوباره میکنیم گفتگو رو با دوست گرامی آقای دکتر اسماعیل نوریالا.